بخش 88 ربع 4 و جزء 22 قرآن کریم شامل آیات 15 تا اخیر سوره مبارکه فاطر و آیات اول تا 21 سوره مبارکه یاسین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. آیات 15 تا 18 سوره مبارکه فاطر ذکر و بیان اسباب بندگی و مسئولیت شخصی و نفع بندگان به انذار است که قرآن کریم بان میپردازد. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. ای مردم، شما همه به خداوند نیازمندید و تنها خداوند ذاتی بی نیاز و ستوده است. این یشع یذهبکم و یأتی بخلق جدید و ما ذالک علی الله بعزیز. اگر او بخواهد شما را از بین می برد و آفرینش تازه می آورد که این هرگز بر خداوند دشوار نیست. ولا تزر وازرتون وزر اخرى و هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد. و این تدعو مثقلتون الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا. و اگر فرد گرانبار کس دیگری را برای حمل بار گناهش بخواند هرگز از وی برداشته نمی شود هرچند از خویشاوندان نزدیکش باشد. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب و اقاموا الصلاه. و تو ای پیامبر، تنها کسانی را بیم میدهی که از پروردگارشان در پنهانی میترسن و نماز را برپا میدارن. و من تزکا فانما یتزکا لنفسه و الی الله المصیر. و هر که خود را پاک گرداند تنها به سود خود تزکیه یافته است و بازگشت همه به سوی خداوند است. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. آیات 19 تا 26 سوره مبارکه فاطر ذکر و بیان مثل مؤمن و مثل کافر و هدف از ارسال پیامبران است که قرآن کریم به آن می‌پردازد. و ما یستوی الاعمى والبصیر. و کور و بینا یکسان نیستند. ولا الظلمات ولا النور و نه تاریکی ها و روشنی ها ولا الظل ولا الحرور ولا الظل ولا الحرور و نه سایه و نه باد سوزان. و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات و هرگز زندگان و مردگان نیز برابر نیستند. ان الله یسمع من یشاء. این خداوند است که هر کی را بخواهد میشنواند. و ما انت بمسمع من فی القبور. و هرگز تو ای پیامبر نمیتوانی سخن خود را به کسانی که در قبرها اند بشنوانی.
ان انت الا نذیر و تو جز بیمدهنده آشکار نیستی. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا و به تحقیق ما تو را به حق هشدار دهنده و بیمدهنده فرستادیم. و این من امت الا خلا فیها نذیر و هیچ امتی نیست مگر اینکه در میانشان هشدار دهنده گذشته است. و این یکذبوک فقد کذب الذین من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبینات و بالزبر و بالکتاب المنیر. و اگر تو را تکذیب دارن همانا کسانی که قبل از تو بودن پیامبرانشان را که به سویشان با دلایل آشکار و نوشته ها و کتاب روشنگر آمده بودند نیز تکذیب کردند. ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان النکیر. سپس کسانی را سخت بگرفتیم که کفر ورزیدند، پس بنگر که مجازات ما چگونه بوده است. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. آیات 27 تا 30 سوره مبارکه فاطر ذکر و بیان دلایل علمی است که شاهد بر وحدانیت الله است و همچنین حال دانشمندان با مشاهده جهان که قرآن کریم با آن می‌پردازد. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها. آیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی را نازل فرمود که به وسیله آن میوه‌ها را پدید آوردیم که رنگ‌هایشان گوناگونند و من الجبال جدد و بيض و حمر مختلف الوانها و غرابی و سود. و در برخی از کوها نیز راه‌های بیرون آوردیم با رنگ‌های سفید و سرخ و رنگارنگ و گاه به رنگ کامل سیاه. و من الناس و الدواب و الانعام مختلف الوانه کذالک انما یخش الله من عباده العلماء. و نیز از مردم و جنبندگان و چارپایان برنگهای مختلف پدید آوردیم و این گونه است که از میان بندگان خداوند به حق دانشمندان از وی می ترسند. ان الله عزیز غفور. بدون شک خداوند مقتدر و آمرزنده است. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه. يقينا كسانی که همواره کتاب خداوندی را میخوانند و نماز را برپا میدارند و از آن چی به ایشان روزی دادیم پنهان و آشکار انفاق میدارند. یرجون تجارتا لن تبور. و تجارت پرسودی را امید می کنند که هرگز زیان ندارد. لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله. تا خداوند پاداششان را به تمام و کمال عطا فرماید و از فضل خود بر آنان بیفزاید. انه غفور شکور. به حق خداوند آمرزنده قدردان است. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير.
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لوب آيات 31 تا 35 سورة مباركة فاطر ذكر و بيان تصديق قرآن از کتاب‌های قبلی و پاداش مؤمنان است که قرآن کریم کتاب‌های قبل از خود را تصدیق می‌داره و پاداش خداوند به مؤمنان وعده کرده است. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدی و ای پیامبر آنچه از این کتاب قرآن بر تو وحی کردیم حق است که تصدیق کننده آن چیزی است که پیش از آن بوده است. ان الله بعباده لخبیر بصیر براستی خداوند به حال بندگانش آگاه و بیناست. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا و سپس این کتاب را به کسانی از بندگان خود به میراث دادیم که ایشان را برگزیده بودیم. فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات باذن الله ولی برخی از آنان برخود با ترک عمل به آن ستم کردند و برخشان میان روان بودند و برخی دیگرشان با اذن خداوندی در کارهای نیک پیشی گرفتند. ذالک هو الفضل الكبير که این همان فضل و بخشش بزرگ الهی می باشد. جنات عدن یدخلونها یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير پاداشان بهشت‌های جاودانی است که در آن وارد می‌شوند و در آنجا با دستبندهای از طلا و مروارید آراسته گردند و لباس‌هایشان در آنجا حرير و ابریشم خواهد بود. وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور و گویند سپاس خداوند را که اندوه را از ما دور گرداند که بدون شک پروردگار ما آمرزنده قدردان است. الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ذاتی که با فضل خود ما را در این سرای جاویدان مکان داد که هرگز هیچ رنجی به ما نرسد و هیچ درماندگی در اینجا برای ما دست ندهد. والذین كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا آیات 36 تا 39 سوره مبارکه فاطر ذکر و بیان کیفر کافران است که در آتش دوزخ قرار می‌یابند و تهدید از کفرشان. والذین کفروا لهم نار جهنم لا یقضى عليهم فَيَمُوتُ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ و کسانی که کافر شدند برایشان آتش جهنم است
که نه فرمان مرگ بر آنان صادر گردد تا بمیرند و نه چیزی از عذابشان کاسته شود، که این گونه هر ناسپاس را کیفر می دهیم. و هم یستریخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا، و آنان در آن آتش فریاد برمی آورند پروردگارا ما را از اینجا بیرون آور تا کار شایسته انجام دهیم. غیر الذی کنا نعملو، غیر آنچی که قبلا انجام می دادیم. اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر و جاءکم النذیر، که گفته شود برایشان آیا شما را چندان عمر ندادیم که پندگیرندگانتان پند گیرند، در حالی که به سوی شما بیم دهنده نیز آمد. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، پس بچشید که هیچ یاوری برای ظالمان نیست. ان الله عالم غیب السماوات والارض، یقینا خداوند عالم به غیب آسمان ها و زمین است. انه علیم بذات الصدور، و او داناست به آنچه در سینه هاست. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، او ذاتی است که شما را در زمین جانشینان قبلی ها قرار داد. فمن کفر فعلیه کفره، پس آن که کافر گردد کفر او بر زیان خودش است. ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا، و کافران را کفرشان نزد پروردگارشان جز دشمنی نخواهد افزود. ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا، و کافران را کفرشان غیر از زیان نمی افزاید. قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناهم کتابا فهم على بینت من بل این یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. آیات 40 و 41 سوره مبارکه فاطر ذکر و بیان مناقشه مشرکان در عبادت بت ها و انکار توحید است که قرآن کریم با آن میپردازد. قل ارئیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض، ای پیامبر بگو آیا آن معبودانتان را که به جای خداوند میخوانید دیدید و من نشان دید که آنها چی چیز را در زمین آفریدند؟ ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناهم کتابا فهم على بینه منه، و یا اینکه در آفرینش آسمان ها شراکتی دارند، یا با آنها کتاب دادیم که در آن دلیلی بر حقانیت خود دارند. بل ان یعید الظالمون بعدهم بعدا الا غرورا، نه هرگز، بلکه ظالمان جز فریب به یک دیگر وعده نمی دهند. ان الله یمسک السماوات والارض ان تذولا، یقینا خداوند آسمان ها و زمین را از این که منحرف گردند و فرو ریزند نگه می دارد. ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده، و هرگاه منحرف شوند هیچ کس بر از او نمی تواند آنها را نگه دارد. انه کان حلیما غفورا، همانا خداوند بردبار و آمرزنده است. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. آیات 42 تا 45 سوره مبارکه فاطر که در واقع آخرین آیات این سوره مبارکه است، ذکر و بیان انکار مشرکان از رسالت پیامبر اسلام و تهدید به هلاکتشان است، قرآن کریم با آن می‌پردازد. و اقسموا بالله جعد ایمانهم لئن جاءهم نذیر لیکونن اهدا من اهد الامم. و مشرکان با سخت‌ترین سوگندهایشان به خداوند سوگند خوردند که اگر هشدار دهنده ای به سوی آنان بیاید از هدایت یافترین امت ها خواهند بود. فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا. ولی آنگاه که بیم دهنده ای به سویشان آمد جز فرار و نفرت بر ایشان نیفزود. استکبارا فی الارض و مکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا به اهله. که البته این به سبب استکبار آنان در زمین و نیرنگ های بدشان بود که نیرنگ های بد جز دامنگیر صاحبانشان نمی گردد. فهل ينظرون الا سنت الاولین. آیا آنان انتظار چیزی از عذاب الهی جز سنت گذشتگان را دارند؟ فلن تجد لسنت الله تبدیلا. که هرگز در سنت الهی تغییری نمیابی. ولن تجد لسنت الله تحویلا. و هرگز در سنت خداوندی دگرگونی نخواهد بود. اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. آیا در زمین سیر نمی دارند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنان بودند چگونه بوده است؟ و کانو اشد منهم قوه. در حال که آنها از اینان نیرومندتر بودند. و ما کان الله لیعجزه من شیء فی السماوات ولا فی الارض. که هرگز در آسمان ها و زمین چیزی نیست که خداوند را عاجز و ناتوان سازد. انه کان علیما قدیرا. یقینا خداوند دانای تواناست. ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه. و اگر خداوند مردم را به خاطر آنچه که انجام میدهند بازخواست میفرمود هیچ جنبنده‌ای بر روی زمین باقی نمیماند. ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى. ولکن خداوند آنان را تا زمان معینی به تأخیر میاندازد. فاذا جاء اجلهم فان الله کان بعباده بصیرا. هنگامی که اجلشان فرا رسد با آنان محاسبه خواهد گردید. همانا خداوند به بندگانش بیناست. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. انك لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تنزیل العزیز الرحیم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم
أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين به نام خداوند بخشاینده مهربان. سوره مبارکه یاسین 83 آیه داره که در مکه مکرمه شرف نزول یافته است. آیات اول تا 12 سوره مبارکه یاسین ذکر و بیان قرآن کریم و پیامبر و امتی که قرآن بر آنان نازل شده است که پروردگار به این مسائل می‌پردازد. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین یا الف لام میم که در شروع برخی از سورهای قرآن کریم ذکر شده از جمله حروف مقطعات است که معنا و مفهوم آن را جز خداوند کسی نمی‌داند. و القرآن الحکیم، قسم به قرآن حکیم، انک لمن المرسلین، یقینا تو از فرستادگان هستی، علی صراط مستقیم، که بر راه راست قرار داری. تنزیل العزیز الرحیم، و این قرآن نازل شده خداوند مقتدر مهربان است. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تا مردم را بیم دهی که پدرانشان انذار نیافتند، لذا آنان از بیخبرانند. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون، بدون شک فرمان عذاب بر اکثرشان تحقق یافته است، پس آنان ایمان نمی آورند. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون، یقینا ما زنجیرهای را که تا زنخشان می رسد در گردنهایشان قرار دادیم، که سرهایشان همچنان بالا و چشمهایشان خیره مانده است. و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون، و از پیش رویشان حائل و از پشت سرشان حائل قرار دادیم، و چشمانشان را فرو پوشاندیم که هرگز نمی بینند. و سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، و برایشان یکسان است که آنان را هشدار دهی و یا هشدار ندهی، آنها ایمان نمی آورند. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرت و اجر کریم. همانا تو تنها کسانی را هشدار می دهی که از پند پیروی می دارند و در نهان از خداوند رحمان می ترسند، پس آنان را با آمرزش و پاداش پر ارزشی مژده بده. انا نحن نحیی الموتا و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. و حقا که ماییم که مردگان را زنده میگردانیم و آنچه را که از اعمال از پیش فرستادند و اثر را که از پس از خود باقی میگذارند می نویسیم، که همه چیز در کتاب مبین لوح محفوظ برشمردیم. و ضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون آیات 13 تا 21 سوره مبارکه یاسین ذکر و بیان قصه اصحاب القریه مردم انتیوکیه است که قرآن کریم قصه اینها را در این آیات بیان می‌دارد. وضرب لهم مثلا اصحاب القریه و ای پیامبر برای آنان مثال مردم قریه ای را بزن. اذ جاء اهل مرسلون هنگامی که فرستادگان خداوند به سوی آنها آمدند. اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقتی که دو تن از رسولان را به سویشان فرستادیم پس آن دو را تکذیب کردند و برای تقویتشان سومی را نیز فرستادیم فقالوا انا اليكم مرسلون و آن رسولان گفتند همانا ما به سوی شما فرستاده شده ایم قالوا ما انتم الا بشر مثلنا که در پاسخ گفتند شما جز بشر همانند ما نیستید و ما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون و خداوند رحمان هیچ چیزی را نازل نکرده است و شما جز دروغ نمیگویید قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون رسولان گفتند پروردگار ما میداند که ما قطعا به سوی شما فرستاده شده ایم و ما علینا الا البلاغ المبین و بر ما جز رساندن پیام آشکار نیست قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب الیم که گفتند بیگمان ما شما را به فال بد میگیریم که اگر دست بر ندارید حتما شما را سنگسار خواهیم کرد و از سوی ما عذاب دردناکی بر شما خواهد رسید قالوا طائركم معكم اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون رسولان گفتند شومی شما از خود شماست اگر پند بپذیرید اما شما مردم تجاوزکارید و جاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قومي اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون که در آن وقت مردی از دورترین نقطه شهر شتابان آمد و گفت ای قومن از فرستادگان خداوند پیروی نمایید از کسانی پیروی کنید که مزدی از شما نمی طلبند و خود مردم هدایت یافتند صدق الله